دارم ضبط میکنم. خیلی خوب، سانوز شما یه دور همی داشتین خونه محمد، اگه برات ممکن سانوز میتونی ویدیو بدی که چه بهتر. شما یه دور همی داشتین خونه محمد میبود دیروز، من میخوام که یه تعریفی برای ما بکنیم که ببینیم اصلا چطور بود و به چه صورت بود، بعد سوالامون هم بپرسیم ازت. اول بگم ویدیو رو باز کنم سهر، احتمال 100% این که وی پی ان کم بیاره و منو بندازه پایین زیاده، به این دلیل من ویدیو رو باز نمی کنم. آره، من با نسرین جان دیشب رفتیم خونه محمد میبود، حدود ساعت 4 بود رفتیم و یه 1 ساعت و نیمی هم خود محمد بود، بعدش دیگه تنها شدیم با زهرا و دوتا دخترها، یعنی با ندا همسر محمد. من یه سری سوالات تو ذهنم بود که خیلی دوست داشتم از محمد و ندا همسرش بپرسم، ولی ترجیح هم بر این بود که حضوراً سوالاتمو بپرسم که محمد لطف کرد و ما رو دعوت کرد و ما رفتیم خونش. من از ندا برام یه سری سوالات بودش پرسیدم. اول از محمد پرسیدم که محمد میتونم که مثلا بپرسم که خب شاید قصه چجوریه، این که برای خودم سوال بود که چی شد که یک دفعه تغییر شغل بدی، اون هم بعد از این همه مدتی که خودت میگی، و یه سری سوالات ازش پرسیدم. محمدم خیلی قشنگ جوابمو داد و واقعا خیلی راحت برام صحبت کرد، گفت آره من از اول شروع کردم و این شغلم از اول شوینده بود و اینا. گفتم خب تصمیمت بر این که یهو اونم کافی شاپ بخوای بزنی توی محیط آب و برق مشهد که این همه کافی شاپ، یعنی تعداد کسایی که مشهد هستن میدونن زیر پل آب و برق، یعنی اول هفته تیر تا خود میدون هفته تیر تعداد کافی شاپ ها خیلی زیاده، من برای خودم این سوال بود. بعد بهش هم گفتم، گفتم تا الانم چیزی نگفتم در مورد شغلت، چون خب کسی سوالی نکرده که من بخوام جواب بدم، ولی الان دوست داشتم از خودت بپرسم. گفت آره خیلی، چون همونطور خودش تو وایس چت گفت به خاطر اینکه هی قیمتا بالا رفت و من خرید قبلی داشتم، باید نقدی می‌خریدم، هی کم آوردم. ندا برگشت گفتش که آره من دیدم هی آقا محمد هی روز به روز داره اذیت میشه، من پیشنهاد کافی شاپ رو دادم. گفتم یعنی واقعا به نظر خودت عاقلانه بود پیشنهاد کافی شاپ؟ و اینکه برای خودم سواله که مثلا آیا دستگاه ها رو نقد خریدید، یه سری خرید، خب شما دارین میگید اونا کم آوردین، و گفت نه ما خیلی بدهی داریم، علاوه بر این که اون انگار واماشون هست گویا بدهی های دیگه هم دارن. بعد گفتم شما مدرک کافی شاپ داری؟ گفت نه. گفتم یعنی دوره دیدی؟ بازم گفت نه. گفت یعنی بازم مدرک نه؟ گفت نه، آخه مدرکشو بخوام بگیرم نزدیک فکر میکنم گفت حدود 6-7 میلیون هزینش بود، ولی یه دوره رو پیش یکی از بهترین استادا دیدم، خیلی هم عالی، هنوزم جواز کسبشو گویا نگرفته برای کافی شاپ. دیگه من تا این حد این سوالاتی که برای خودم بود تو ذهنم برای شغلش پرسیدم. گفتم میتونم در مورد وامات بپرسم؟ گفت من که گفتم، گفتم نه شما خیلی کلی گفتی، گفتی مثلا 1200، 1300، 1800، 4 تومنم که اجاره، و اینکه خب اجاره. بعد من تو صحبتاش گفتم چرا خب بالاخره پدرت هستن اینطور که شما میگی، نه چرا از پدرت کمک نمیگیری؟ تو صحبت ها متوجه شدم مغازه محمد میبود مال خودشه، یعنی اجاره مغازه نمیده، یعنی اجاره ملک مغازه نداره. گفتم خب خیلی مغازه که الان کافی شاپ توش راه انداخته. آره از همون اول سحر گویا این مغازه چند تا مغازه این طرف میون حرفت سحر دوربین تو میخوای خاموش کن، چون تصویرت همینجوری هی وای میسه. دوربین تو میخوای خاموش آره گویا مغازه دو طرف این بر اون برش، یکیش برای یکی از داداشاشه فکر میکنم، اینجور که من متوجه شدم لبنیاتی، یکی سوپر گویا،
این راپله‌های سوپر بوده بنا به گفته خودشون ندا، که اینو میان مغازه میکنن و اوکی میکنن، اوایل زندگی محمد و ندا بهشون میدن. اینا یه نیسان داشتن، نیسان رو میفروشن چون به کارشون نمیاد، میرن جنس شوینده میگیرن و شغل آزاد رو شروع میکنه، که بعد پراید میگیرن و انگار دیگه نیازی به نیسان نداشتن. از همون اول شغل محمد میبود همین بود. پس یعنی اون این کافیشاپی که الان راه انداخته جای همون مغازه‌ایه که قبلا مواد شوینده می‌فروخته. آره آره دقیقاً همون مکانه، با یک سری اگر یادت باشه توی گروه اومده بود نظر می‌خواست برای دکوراسیون و اینا، یعنی کلاً این ملک مال خودشه و تغییر داده شغل، کلاً تغییر داده به کافیشاپ. و خب پس من گفتم پس دیگه اجاره مغازه ندارید، خیلی هم عالی، پس میشه وامهات، که من وامها رو پرسیدم. این برای خودم خیلی قابل هضم بود و من این انتقاد رو همونجا هم به محمد میبون و ندا کردم. اینها گویا 4 میلیون نمیدونم یا 4 میلیون و 500 پول داشتن زمان که روی یارانه نمیدونم یا قولنامه خونه، دقیق نمیدونم یک کدوم از این دوتا رو گفت، وام بهشون میدن 40 میلیون بهشون میتونستن وام بهشون تعلق میگرفته، روی قولنامه خونه وام بهشون تعلق میگرفته. میرن وامو میگیرن 40 میلیون و 10 میلیون تومن هم داشتن، میشه یعنی جور میکنن میشه 50. بعد من بهش گفتم شما با اون 50 میلیون 3 سال حدود 3 سال نمیش چی کار کردین؟ گفت خب هیچی. گفتم یعنی چی؟ خب شما راحت میتونستید خونه به رهن کنید دیگه با 50 میلیون، خیلی اجاره پایین. گفت نه، باز هم با تصمیم ندا جان گفتن که اینو ما رفتیم گذاشتیم مؤسسه مهر 50 میلیون، اون از بانک تجارت میده 40 میلیون وام میگیرن، برج 1 میلیون خورده ایم 1 میلیون 300 بکنم قسطشو میده، بعد دوباره 50 میلیون رو میرن 3 ماه حدودا میذارن مؤسسه مهر، بعد از 3 ماه دوباره 100 میلیون دیگه وام میگیرن، دوباره میشه 1 میلیون خورده ای وام اقساط اون وام. بعد به ندا گفتم یعنی واقعا من نمیتونم اصلا اینطوری باور کنم، شما 50 میلیون وقتی خیلی راحت داشتی و با یک تومن میتونستی یک تومن اونو بدی یه خونه مناسبتر بگیری که اجاره هم ندی، یا حتی اگر اجاره میدی حداقل 2 تومن اجاره بدی بشه 3 خورده، دوباره رفتی خودتو تو قرض. آره چون پیش نظر من این بوده که اون سمیلی برای ما میمونه. بعد گفتم آخه با این تورم و با این اقتصاد اصلا منطقی نیست، 100 میلیون 3 سال و نیم پیش کجا، 100 میلیون الان کجا، تازه تو هنوز باید قسط بدی، یعنی هنوز ادامه داره قسط های تو، اگه سودش کم و دیگه. برای من قانع نشدم در این مورد که دوباره 100 میلیون رو میدن برای این که الان گویا در حال حاضر چون منزلش تو هاشمیه است، انتهای هاشمیه، حتی من بهش گفتم، گفتم یعنی واقعا نمیتونستید یه جا منزل پیدا کنید که بالاخره مناسب تر باشه؟ گفت نه ما خیلی جاها رو رفتیم تو مجیدی و الهی همچین جای مکانایی رو هم گفت پیدا نکرد. دیگه محمد رفت، محمد ساعت 5:30 بود رفت، من با ندا صحبت کردم، گفتم ندا یعنی شما شغل تو اینا چی بوده؟ گفت من مامایی خوندم، یه 4-5 سالی هم مامایی کار کردم، بعد گویا همسر محمد که میشه پدر محمد مخالفت میکنه با کار کردن ندا و ندا هم دیگه کار نمیکنه. بعد گفتم خودت یعنی بعد از 4-5 سال احساس ناراحتی نداشتی که بیکار شدی؟ خودم خیلی دوست داشتم، ولی پدر همسرم برگشت پدر آقا محمد گفته که کار نکن، هرچی هزینش باشه خودم میدم. منم گفتم خب شما درخواست این پولو کردید، به فرض مثال اگه 1 تومن 2 تومن میگفتی به پدر محمد میگفتی مثلا 500 تومنشو تو بده 1 تومنشو تو بده، حالا تو گفتی نرم سر کار. بعد محمد گفت نه در شأن من خانواده ما نیست، ما این رفتارها رو نداریم و یکم همین روالهایی که حالا خیلی هامون داریم توی روابطمون با بزرگترها، اینطوری صحبت کرد و تموم شد. و
بعد گفتم که ندا یعنی تو هیچ مهارت خاصی نداری؟ یعنی از اون سالها تا الان بیکار واقعا؟ اصلا نمیشه بالاخره خیلی کارهای خونگی میتونی بکنی، حتی پرستاری بچه تو منزل، یه سری کارها، بالاخره سبزی، بادمجون، سانال من یه چیز بگم. نه بعد از این چرا من کار میکردم، کار میکنم سانال. ببین کسی که مدرک مامایی خیلی مدرک خوبیه، هم کار براش زیاد هست، هم درآمدای خوب دارن، یعنی واقعا خیلی چیزه. کسی که اونو ول کرده به همین راحتی، چون بابای محمدوی یعنی چی؟ خب خودت چه نقشی داشتی این وسط؟ تو یه کار همچین خوبی رو از دست دادی، بعد الان دیگه وقتی کسی مامایی براش چیز باشه دیگه الان مثلا انتظار داری که کارهای دیگر رو برای انجام بده. ولی خب باشه، بازم برای کارهای دیگه باز نظرش چی بود برای سر کار رفتن؟ سانا صدات نمیاد. اگه سانا قطع شده که من از موبایلم بهش زنگ بزنم. آره نیستش سر، یعنی اکانت فرزانه رو من نمیبینم الان. اوکی سب کن بهش زنگ بزنم. گفتش که آره چرا من کمک خرج بودم، من کار میکردم یک سری. گفتم یعنی چی؟ و آره من کیک درست میکردم، شیمی رو خوندم. قطع میشه باز. الان صدای منو دارین؟ الان هست. بگو. آها تا اینجایی که گفتم کار شیرنی پزی و اینا میکنی که اوکی بود، کار آره. شیرنی میکرد. بعد علاوه بر اون گویا خیاطی هم میکنه. بعد من گفتم یعنی مثلا خب تجربی خیاطی میکنی؟ گفت نه سانا جو، من دورش رو دیدم، فنی حرفه ای نازک دوزی، چون من از این چیزا خیلی خبر ندارم ولی فکر میکنم گفت نازک دوزی، دوره نازک دوزی رو دیدم، کار خیاطی میکنم برای دوستان، برای فامیل، خیلی لباس دوختم. نه من گفتم خب خیلی خوبه، تو که میتونی از این طریق. و آره من لباسای خودمون الان، ما الان هزینه لباس خریدن لباس نداریم، از همین ما الان دوریم، خیلی کم شده هزینه هامون و اینا. گفتم خب خیلی خوبه، این الان خودش یه پاهن مثبته که شما خیاطی میکنی، آیا دوست داری که اینو به طور جد انجام بدی؟ گفت آره ولی یه ترسی تو وجودمه که من پیشنهاد آنلاین رو دادم بهش، چون از لحظه که رفتیم زهرا دختر محمد خیلی تو گوشی بود، یعنی یا تو گوشی باباش بود یا تو گوشی ماماش. گفتم من دارم نم، زهرا همش داره با گوشی بازی میکنه، به نظر من به جایی که بخواد بیهوده وقتش رو هدر بده تو خیاطی کن، بذار یه پیج بزن زهرا منیجش مدیریت کنه اون پیجو، بعد در قبال هر فروش حتی زهرا هم میتونه درآمدزایی داشته باشه. وظیفتونه به زهرا هم یه پولی بدید، بذارید همه با هم یه حرکتی بزنید. بگو آره من خیلی دوست دارم این کارو بکنم اینا. خودش برگشت گفت علاوه بر اینها آمپول زدن، سرم زدن، سون. گفتم واقعا همه این مهارت ها رو تو داری؟ تو واقعا خیلی خارق العاده که همه این کسی که ماما بوده معلومه که اینا رو برد. آره حتی من بهش پیشنهاد دادم، گفتم تو محدوده هاشمی آب و برق میتونی که یه کارت ویزیت درست کنی سمت بعد از ظهر صبح که زهرا مدرسه است، حتی بهت زنگ بزنن شاید که آمپول بخواد بزنه، سنش بالا باشه، برای سرم خیلی کارا میتونی انجام بدی. و پیشنهادم رو دیگه تو هم موارد بهش دادم دیگه. یک دفعه بعد من به زهرا گفتم، گفتم زهرا میتونم بپرسم تو گوشی چی کار میکنی؟ چون برام خیلی سوال بود، خودش گوشی نداره و مدام تو گوشی ها بود. گفتم تو گوشی چی کار میکنی؟ ندا گفتش که من گوشی خودم این استام و اینا که گویا قفله نمیتونه بره توش،
صبح تا ظهر با گوشی من فقط بازی میکنه، ظهرا با گوشی محمد آقا میره تو اینستا یکم میگرده و اینا. و من متوجه شدم پس زهرا خیلی دختر ترسو و هراس و که چیزی ندونه نیست. گفتم اگر تو بخوای بری مدرسه، چون خیلی دلخوره مدرسه اینو محمد میبود داشت تو گروه بیان میکرد اگه شما یادتون باشه برای رفت آمدش، گفتم بخوای بری مدرسه چی کار میکنی چجوری میکنی؟ من اصلا راهی نیستش، خیلی راحت میتونم برم، میتونم از دور میدون دانشجو پیاده بیام تا جای مترو، از آسانسور بیام بالا، دقیقا از آسانسور بیاد بالا مغازه محمده، چون برام یک اسنپ بگیرن راحت میتونم بیام خونه، هزینه خیلی کم شه، چون هزینه های سرویس خیلی زیاده. گفتم آره بابا گفته 10 میلیون حدود دهن. گفت نه خیلی بیشتر از این هزینه ها هم میشه و اینکه من خودم هم راحت میتونم بیام. ولی مامانم و بابا میگن چون تو توپلی چاقی آدم دزدا تو رو میدزدن. یعنی این صحبت هایی که من کلن با محمد و زهرا و ندا داشتم توی این موضوع بود و خیلی برام جالب بود. یکی این قسمت وامش خیلی برام جالب بود که محمد اینقدر شدید خودشو درگیر وام های بانکی میکنه و علاوه بر وام های بانکی خیلی چک انگار گویا داره که حسابش بلوکه شده است. این اصلا حسابای محمد ساناز مجموعه وام هاشو تونستی بفهمی که الان در مجموع چقدر قرض و وام داره؟ قرضشو نستم کامل چون متوجه نشدم، فقط به من گفت این شرکت هایی که خرید کرده برای شوینده ها به انگار به اونا چک میداده مدام، که برای من خیلی سوال بود، مثلا چک بعد 50 نفر به من برمیگرده، گفتم مثلا این محال ممکنه که بعد 50 تا دست بخواد چک به تو برگرده، اصلا محاله، چک حساب تو بلوکه شده، تو بعد بری چک تو از طریق دادگاه دیگه آزاد کنی که بتونی حسابات. ولی گویا فکر میکنم تو حدس، یعنی تو ذهنم اصلا دقیق نمیتونم بگم، ندا توی صحبت ها برگشتم گفتم یعنی همه بدهی های تو اینقدر محمد نزدیک 10 تومن مثلا در ما، ندا گفت نه فکر میکنم گفت حدود 60 تومن 70 تومن همچین چیزی. بعد من گفتم یعنی 70 میلیون تومن در ما باید بدهی بدم؟ نه سحر در ماه نه، کلن بدهی هاش در ماه نه، ماهیانه فقط همون دوتا قسط بانکشه و 4,500,000 اجاره خونش که نزدیک به 8 تومن فکر کنم، ما اون روز توی گروه نبه وام بانکی حساب کردیم نزدیک به 8 تومن شد پولیسی که خود محمد داده بود. بعد من گفتم یعنی حس میکنی در میارید پولو، که ندا گفت آره به نظر من آره در میارید. همونجا نسرین جون گفتن آره ما دیروز که انگار با سمانه رفته بودن گفتن آره خیلی سان از مشتری میاد میره، گفتم خب خیلی خوبه واقعا اگر در بیاد این پول حتی بتونی قسطاتو بدی خیلی خوبه، اونم الان یک ماه که این کارو شروع کردی. ولی برای خودم خیلی سوال بود، خیلی سوال بود. حالا اگر سوالی دارید که من بتونم در باب این صحبت ها میتونم بپرسید. من اول یه چیز بپرسم ببینم درست متوجه شدم، یعنی کل بدهی های ایشون 70 میلیون تومنه و ماهیانه 8 تومن باید بده؟ فکر میکنم آره، چون من آره خیلی چیزی که پرسیدم برگشتم گفتم بدهی تو یعنی همین دوتا قسط وامیه که میپرداخت میکنی، یکیش 1,300,000 فکر میکنم، چون باز هم نم ویسش تو کان تو گروه نبه وام بانکی هست، یکیش 1,800,000 گفتم یعنی فقط همین دوتا قسط رو داری. ندا برگشت گفت نه بابا یک عالم هست، فکر میکنم گفت حدود 60 تومن 70 تومن یا من اشتباه متوجه شدم، ولی من اینو دقیق نمیدونم که الان بگم نه دقیق این مبلغ رو گفته یا نه. بعد ساناز توی صحبتی که من با تو کردم یه چیزی که برام جالب شد، یعنی که اونجا گفتم من خودم شخص واقعا مخالف وام دادن به محمد هستم، برای که یعنی احساس میکنم که
اصلا سبک زندگیشون فقط در این اساس، یعنی بیشتر از اینی که فکر پاس کردنش باشن که تموم بشه، هی فکر توسعه دادن این قرضوا هستن. جریان موتور بود که تو گفتی که ندا گفته که محمد به جای اینکه این پولی که گرفته رو بره موتور دست دوم بده بخره، بره این پول رو بده به کجا گفتی؟ کارخونه چی؟ آره آره، بحث اینم این شد، خوب شد که یادم آوردی، چون اینم خود محمد گفت، گفت حتی ما نتونستیم هنوز پولو موتور رو بگیریم، من اصلا در این مورد چی صحبتی با محمد نکردم. و برگشت گفتش که حتی ندا جان به من پیشنهاد داده که بیا برو اینو توی کارخونه های موتورسازی اون 15 تومن رو بده، پیش خرید یک موتور نو داشته باش، موتور نو رو دوباره بگیرن، دوباره برن زیر قسط، زیر بار قسط. که من برگشت هم گفتم بعد از اینکه این صحبت ها تموم شد به ندا گفتم ندا من الان یک سوال کلی از تو دارم، میخوام به تو بگم آیا برای زندگی تو و محمد و دوتا دخترات یک چرخ خیاطی نوعی که تو بتونی باهش با مدرکی که داری انجام بدی کار خیاطی رو مهمتره، یا موتوری که محمد میخواد باهش بره سر کار؟ ندا بدون هیچ وقفه برگشت گفت موتور برای محمد، آخه ما خیلی هزینه اسنپ میدیم، خانواده محمد میبود خانواده ای هستن که توپولن، یعنی اصلا مثل منن، اصلا وزنشون زیاده، یعنی خانواده توپولیه. و من برگشتم گفتم ندا الان شما موتور رو بگیرید، حتی اگه نوشم بگیرید، خود محمد به زور میتونه با اون موتور بره، چون منطقه شما منطقه بالاست و سربالاییه، بخواد بره بیاد خیلی سختشه دو روز دیگه. حتی زهرا هم به نظر من نمیتونه روی موتور چون سنگینه. بعد چجوری چهار نفریتون میخواید از موتور استفاده کنید؟ که حد گفت نه من که اصلا نمیتونم استفاده کنم چون من ترس دارم از موتور، اصلا موتور رو دوست ندارم. زهرا هم یه فکری به حالش میکنیم، من فقط برای خود آقا محمد میگم، به خاطر اینکه آقا محمد سختشه که بخواد از جای خونه تا بره سر کار رو بیاد، خیلی اذیت میشه. گفتم من باز هم رو حرفم هستم، همون پیشنهادی که دادم از خونه تا میدون 800 و پیاده بره، کلا تو سرمای برف هم که بخواد بیاد 10 دقیقه راهه، بعدش هم از اونجا میتونه تاکسی های زرد و سوار و همه وایسادن جای پارک لاله، بره تا مغازهشون که ته تهش 5 تومن تا 10 تومن میگیرن، بهتر از اینه که بخواد 30 تومن نه هزینه کنه. به نظر من لازمه، من اینو به خنده گفتم، گفتم برای من و محمد لازمه یکم پیاده روی. بعد دیدم ندو خیلی قشنگ یعنی این حرف الان من بگم اصلا شما شاید با صحبته که محمد گروه کرد خیلی تداخل دار، ندو خیلی قشنگ به من گفت من اصلا با پیاده روی خودم مشکلی ندارم، هفته 3 روز تا 4 روز در هفته بعد از ظهر که میشه هما رو میذارم تو کالسکی، من و هما و زهرا پیاده از جای خونهشون میرن تا محل کار محمد. بعد من اونجا گفتم دیسک کمر پا چی شد پس؟ گفت آره درد دارم، روزی دوتا قرص رو میخورم، ولی من پیاده روی رو انجام دادم. گفتم آره پیاده روی خوبه برای دیسک کمر و رگ سیاتیک، ولی تا جایی که من اطلاعات دارم، شاید ناقص باشه اطلاعاتم، از پله بالا پایین. گفت آره ولی میرم من خودم پیاده، ولی من موتور رو میگم برای رفت آمد خود آقا محمد. اینم درباره این موضوعی که یعنی پس تاکیدشون برای موتور سرویس زهرا نبود، بیشتر خود محمد. ندا همسر محمد به من اینطوری گفت، گفت من میگم موتور باشه که آقا محمد برن سر کار رو بیا. بعد حتی من برگشتم بهش اینو گفتم، گفتم که خب محمد یکم از خوابش زودتر بزنه میتونه بره. بعد گفت نه شما داری خیلی به نظر من غیر منطقی میگی، محمد دیر وقت میاد، حتی فکر کنم نمیدونم دقیقاً همیشه نسیم جون یا ندا گفتن، گفتم زمان مهمه، گفتم آره خب اون که 100 درصد
ولی به جایی که بخواد ساعت 4 میخواد مغازه رو باز کنه، ساعت 3 از خونه 3 رو بره، 40 دقیقه نیم ساعت 40 دقیقه پیاده روی و ماشین بره میتونه برسه، تا اینی که در لحظه بشینه تو خونه اسنپ رو بگیره، اسنپ بیا تا جلو در خونه اونجا سوار ماشین بشه بره. خب هر کسی که مسلما این آسایش و راحتی رو دوست داره بیشتر قبول داره. حالا بچه ها اگر کسی سوالی داره یا صحبتی داره میتونه دستشو بلند کنه، من مایکشو باز کنم. ولی خود من با توجه به صحبتایی که کردی احساس کردم که یه جور، حالا برداشت من که یه جور راحت طلبی درشون هست که ترجیح میدن هی بیشتر با موقع و از این ور اون ور، ولی مقطعی سری اون چیزایی که براشون حالا یا حالت خیلی ضروری نیست، فقط حالت برای رفاه بیشتره بخوان مهیا بکنن. در صورتی که نظر من اینه که آدم وقتی که قسطی داره، قرضی داره، به شرایط زندگی طوریه که نمیتونه یه سری وسایلی اینطوری فراهم بکنه، خب بهتره که در واقع خودش رو فعال‌تر و اکتیو‌تر بکنه، راه‌های دیگه رو امتحان بکنه، مثل همونطوری که تو گفتی پیاده روی کردن. یا زهرا، من خودم هم توی ویدیو دیدمش، واقعا دختر بزرگ به نظر می‌رسید. اون بازم به جایی که بترسونش مثلا از اینی که نه تو پولی مثلا تو رو میدوزن، مثلا یعنی چی تو این سن مثلا اصلا تو کتش نمیره، یعنی چی که مثلا تو پولی تو رو میدوزن. ببین یه چیز دیگه هم که من متوجه شدم از حرفای ساناز، تصمیماتی که ندا گرفته، من فکر میکنم تصمیماتی که ندا گرفته بیشترش رو تصمیمای ندا بوده، یعنی پیشنهادایی بوده که ندا داده و به نظرم هیچ کدومم تصمیم درستی نبوده. یکی این، و یکی هم من بیشتر در مورد زهرا میخواستم بگم، چون همونجوری که تو گفتی منم عکسای زهرا رو دیدم، بد دختری به نظر نمیاد که اولا بیبی فیس نیست، بچه ریزه میزه ای نیست، بیشتر از 11 سالم میخوره که داشته باشه. حالا همون 11 سالم، من اینجوری که من دیدم فکر میکنم خیلی راحت بتونه لااقل از پس رفتن به مدرسه و برگشتن خودش در بیاد. میتونه با چند تا از هم کلاسی ها ممکنه مسیرشون از یه جایی با هم باشه، میتونن با مثلا اونا صحبت بکنن، دو نفری سه نفری بیان برن هم یه در واقع به بچه ها خوش میگذره، احساس بهتری پیدا میکنن، احساس مسئولیت بیشتری پیدا میکنن، نه اینکه بیه بچه رو مثل چی مثلا ترسونی بگی نه تو رو میدوزدنت. و همینی که خب اینی که گفتی به نظر تصمیمات نداشت، نه من فکر میکنم در واقع دوتاشون با هم هم عقیدن و جوش رو مکمل هم دیگه توی این مسئله. و این موضوعی هم توی این ببین منظورم اینه، درسته دوتا، یعنی اگه خب محمد نمیخواست نمیشد، اما منظورم میدونی چیه؟ منظورم اینه که خب یه تصمیمات رو ندا گرفته که اینو بذاریم با این کار کنیم اون کار، محمد هم خب همون راهی رو رفته که ندا خواسته، همون ایده رو داشته دیگه. و این قضیه هم که خب ندا حالا برای من وقتی که یه کسی یه درس رو میره میخونه مثل مامایی و سر کار میره شغل به هر حال خوبیه و درآمد خیلی خوبی داره، همچین چیزی رو فقط چون پدر شوهر میگه نه نرو سر کار من تو رو تامین میکنم، به نظرم زیاد منطقی نمیاد. یعنی انگار خودش هم منتظر یه همچین چیزی بوده که خب حالا من مثلا خوب باشه نرم دیگه، وگرنه نمیدونم به نظر من خیلی غیر منطقی اومد که فقط چون مثلا پدر شوهرش این حرف رو زده اینم قبول کرده و بعدا دیگه هیچ اقدامی نخواست بکنه، در صورتی که اینطوری که میگفت خیلی از برهای زندگیشون مسئله مالی رو داشتن، پس میتونست مثلا یه تجدید نظری در این رابطه بکنه. حالا من ما که البته من هم همینو گفتم، یعنی واقعا به گفته پدر شوهر دیگه نرفتی، گفتش که گویا یه مرکز بهداشت دقیق اینو فهمم نیست، حالا اگه نسرین جون یادشونه بگم، گفتش یه مرکز بهداشت یه جایی دوباره رفته گویا تا استارت زده، پدر شوهر متوجه شده گفته محمد مگه من نگفتم ندا نره سر کار، دوباره مجبور شده نره سر کار.
ولی نمیدونم حالا شاید واقعا این یعنی چی مثلا محمد مگه من نگفتم ندا سر کار اصلا یه واقعا خودم اینجا نگاه میکنه میگه خب پس محمد و ندا چیکارن تو این زندگی یا مثلا پدر شوهر الان چه چیزی داره و من یه سوال دارم اون مغازه‌ای که محمد داره به اسم خودشه در این باره هیچ صحبتی نکرد فقط گفتش که وقتی که گویا اول زندگیشون میخواسته کارو شروع کنه اسم داداشش رو در هم تو ذهنم نیست میدیم نمیدونم یک اسمی گفتش داداشش گفته که من به بابا بگم برای مغازه و اینا این میان هماهنگ میکنن و این حالت راپله سوپر رو برای محمد اوکی میکنن ولی هیچ صحبتی نکرد که من برگشتم گفتم که خیلی عالیه که تو دیگه اجاره و اینا نمیخواستی بدی از این بابت خیلی خوبه گفت نه فکر میکنی خوبه ساناز خانم گفتم برای چی؟ گفت برای این که تا موقعی که من مواد شوینده داشتم هر دفعه میرفتم خونه بابا من باید تمام مواد شوینده بابا اینا رو تامین میکردم حتی اگه یک دفعه کم میبردم مثلا میگفتن که اون داداش ماست میاره اون یکی غذا میگیره تو چرا چیزی نمیاره گفتم با وجود اینکه بهت کمک نمیکنن درخواست هم دارن گفت آره درخواستاشون هست ولی هیچ کمکی نمیکنن شاید حاکی بر اینه که کمک من نمیکنم به خاطر اینکه من به دفعات از پدرم و خانواده درخواست کمکم گفتم آها پس تو تعداد دفعات بالایی از همه درخواست کردی آره دیدن که مثلا من خیلی گرفتارم نه دیدن که آره شاید مثلا محمد همیشه گرفتاره به خاطر همین دیگه به من هیچ کمکی نمی کنن هیچ وقت کمک نمی کنن من فکرم شاید مغازه مال پدرشه به اسم ایشونه و مثلا به خاطر همینه که اینقدر تحت سلطشن یعنی واقعا حالا یه صحبتی رو زیبا کرد که به محمد برخورده بود گفته بود کلمه حالا تنه لش هر کدوم اینا استفاده کرده بود ولی واقعا اینی که مثلا تو اجازه بدی که بیاد پدرت اینطوری تعیین تکلیف بکنه و نمیدونم برای زن تو تصمیم بگیره و بعد از اون برم یه همیشه توقعاتی از داشته باشه من فکر میکنم آدم باید واقعا خیلی دیگه تو سری بخور باشه که بیاد یه همچین کاری رو اجازه بدی یه نفر توی زندگیش انجام بده خب من این مایک دو تا از بچه هایی که اسم و عکس داشتن رو باز کردم ولی ندید که صحبتی بکنن اگه حرف خاص دیگه نیست حالا باید ببینیم که قرار بین شد که یه باری زهرا و اسم ندا خونه یه نسرین دارن درسته؟ آره قرار شد که زهرا یک شب بره خونه نسرین بار تلفن که زیبا صحبت کرد که ندا گفت من حتی اجازه نمیدم خونه خواهرم بمونه ولی گویا دوباره امروز بیان شد توی گروه به من دیدم که محمد مثل این که برای زیبا یه پیام داده بود حالا این نمیدونم کی بوده ها پیام داده بود که من فعلا به خاطر که فکر میکنم برای زهرا جان زوده و اینا بعدن مثلا در مورد این تصمیم میگیرم برای رفتن خونه نسری من یه همچین پیام بودم ماما مطمئن بودم آره. به هر حال من آره گفته بود یک سال آینده در موردش تصمیم میگم یه همچین چیزی نوشته بود بعد یه سوالی خودش تصمیمی که میخواد بگیره ولی زمانی که کسی میاد و میخواد که از زیبا پولی رو بگیره وامی بگیره یا اصلا یه مسئله مالی رو با زیبا داشته باشه زیبا نه بانک نه خیریه باز کرده اگر هم جایی پولی رو کسی تقسیم میکنه حالا به صورت هدیه یا وام یا هر چیزی در واقع این نیست که فقط پول رو بده میخواد که توی اون بخش از زندگی اون طرف هم وارد بشه و با در واقع همینطوری که میبینید دیگه نظرخواهی و نظرسنجی و همه اینا همفکری ببینیم که چه کاری میشه برای زندگی اون فرد کرد
حالا محمد چطوریه که تو فقط میخوای، مثلا روز دیدم یه پیام داده بود که نزی بود نظرت چی شد، من خوام طرف صاحبم تو باشی، فلان تو باشی. خب تو اگه توی مسائل دیگه به حرفای زگو اهمیتی میدی که الان فقط این مسئله مالیه رو میخوای بازی با داشته باشی. بعد یه مورد... سوال من از سر جو ببخش، من یه چیزی از اول لایف چت متوجه نشدم، یه بار دیگه از ساناز بپرسم. فکر کنم ساناز برگشت گفتش که جایی که مغازه آلا کافی شاپه به فاصله های کم و زیاد بغلش درست همون بیزینس یعنی کافی شاپ هست، درست اینو گفتی ساناز اگه من درست متوجه شده باشم؟ آره مغازه محمد دقیقا نرسه بعد از هفته تیر یک میشه و بچه هایی که مشهد باشن، کسایی که مشهد باشن میدونن کامل اینو، از 10 قدم جلوتر یعنی پر از کافی شاپه. کافی شاپ ها نسرین جون اینو کامل میدونن، ما خیلی با نسرین جون اطراف میریم، تا دور میدون این سمت یعنی دو طرف خیابون، حتی توی برج آرمیتاژ همه طرف. حتی من این حرفو به خود محمد گفتم، گفتم با وجود اون تراکم کافی شاپ یعنی باز هم شما مطمئنین که شغلتون میگیره؟ گفت آره. حتی من گفتم خب کیک و اینا چی؟ ندا گفت آره برنامه کیک هم داریم که درست کنیم، ولی هنوز یخچالشو نداریم، یخچالشو بگیریم کیک و اینا رو هم خودم درست میکنم. من این صحبت هم اتفاقا با محمد و ندا کردم برای اینکه به فاصله های کم تعداد کافی شاپ هست. آره ببین با خود زهرا تونستی صحبت کنی؟ یعنی یه جوری که محمد و ندا دخیل نباشن تو صحبتتون، خودتو زهرا؟ آره ندا رفت داخل اتاق تلفن داشت صحبت کن، اون تایم با من و نسرین جون و زهرا بودیم، من اونجا با زهرا صحبت کردم. خیلی دختر مسلطیه، یعنی فوق العاده این دختر با اینکه 11 سالشه خیلی قشنگ صحبت میکنه و کنترل بیان داره، یعنی مثلا بگی پرش ذهن داره حرفش میپره اینا، نه خیلی خوشگل قشنگ مسلط صحبت کرد. درباره سرویس که باهاش صحبت کردم گفت من خودم خیلی دوست دارم برم، آره مسیر اینجوریه تا اینجا. من حتی باهاش صحبت کردم گفتم چند ساله داری اینجا درس میخونی، یه سری صحبت ها رو باش کردم که وقتی هم با زیبا تماس تصویری داشتیم من به زیبا گفتم زیبا به نظر من با زهرا صحبت کن، چون زهرا خیلی دختر مسلط و صاحب نظر. این خیلی قشنگ بود که صاحب نظر، یعنی وقتی که صحبت شد که محمد میگه ما دنبال خونه بودیم پیدا نمیکرد، خیلی خوشم اومد از این قسمت. با اینکه محمد خیلی تاکید داشت که حتما ندا خانوم، زهرا خانوم، یعنی مثلا احترام خانواده اینا، من نمیگم بچه بی ادبی کرد اصلا، ولی وقتی که محمد برگشت گفت آره ما میرفتیم دنبال خونه و اینا، رو کرد به محمد گفت جون عمت چرا دروغ میگی، اصلا تو با ما نیومدی برای خونه پیدا کردن. خیلی خوشم آمد از این نه از این مدل صحبت کردنه، نه از اینی که اینقدر قشنگ مثلا حرفشو بیان میکنه، صحبتشو میکنه. خیلی خوشم اومد از واقعا از مدل بیانش هم خوشم اومد واقعا. خب چرا مثلا دروغ میگه دیگه که بچه هم بخواد برداره اینطوری بهش بگه؟ یا مثلا داشت با زیبا تلفنی صحبت میکن، مامانش برگشت ندا گفت نه من حتی اجازه نمیدم زهر خونه خالش بمونه، رو که به مامانش گفت چرا دروغ میگی؟ من بعضی اوقات دیدم که خیلی اصرار میکنم تو اجازه دادی خونه خاله میمونم. یعنی ببین خیلی خیلی دختره به نظر من توی اون خونواده خیلی اون قشنگتر و قاطع‌تر حرف میزد تا پدر مادرش، از نظر من لاقل اینطوری بود. در واقع صداقت بیشتر بوده دیگه، صداقت رو گوش بیشتر بوده. رفتن خونه نسرین هم واقعا خب یه امکان خیلی خوبی بود، چون میدونم خونهشون هم نزدیکه، تو که من یادم از گفتی هاشمیه و اینا یه اینجور چیز تو ذهنم هست اون تایمی که مشهد بودم. خب بالاخره نسرین بچه های زیادی خونش رفتن، خود من چند روز خونش بودم، یه خانوم خیلی مهربون خیلی خوب، به هر حال مثل
نمیدونم مثلا چه آسیبی میتونه توی خونه نسرین باشه که آدم بخواد بچه‌ش رو چیز کنه، ولی بازم من اصراری برای اونا ندارم، فقط از این در واقع شیوه تربیتیشون که یه بچه رو میترسونن و نمیدونم هی دروغ جلوی بچه میگن که بچه برمیگرده اینطوری تو روشون در میاد، به هر حال آدم متاسف میشه. خیلی خب بچه ها، من فکر کنم من البته لایو رو برای خود محمد میبود هم فرستادم، ولی اومد و نموند حالا توی لایو کرد اینجا، من حالا میگم دیگه مایی که بچه رو باز کردم ولی ندیدم کسی صحبتی بکنه. اگر دیگه حرفی نداری تو ساناز میتونیم لایو چت رو ببندیم. و خیلی فکر خوبی بود که حتما خواستی بری خونهشون از نزدیک باشون آشنا بشی، میتونی مثلا ارتباطتون باشون ادامه بدی، همونطوری که میگی از زهرا هم خوشت اومده، خب چون دیدم خیلی ارتباط خوبی هم با بچه‌ها برقرار میکنی. به نظرم پیشنهاد دادم گفتم زهرا اگر که مشکلی در درس ریاضی داشتی من با کمال میل کمکت میکنم. بعد ندا گفت خیلی عالی، ما پارسال خیلی دنبال بودیم. گفتم آره من بهتون بگم از الان به بعد هر سوالی هر مشکلی داشته باشه زهرا کمکی بخواد برای درس ریاضیش من هستم. آره منم خیلی دوست دارم که این ارتباط باشه با زهرا و ندا. آره اگر که باشه به نظر من خیلی برای همه تون خوبه، چون در نهایت حالا با همه این حرفایی که گفته شد واقعا خانواده بدی هم نیستن و اینطوری نیست که مثلا آدم بگه که هرچه آدم هایی مثلا که به هر حال یه سری رفتاری ممکنه داشته باشن، ولی به نظر من اگر ارتباط باش برقرار بکنی خیلی هم میتونه خوب باشه. کلا با بچه های میشه دیگه، ما بچه گرمی هستم و خیلی روابط خوبی رو آدم میتونه، یعنی من که خیلی خوشم آمد. من دیروز اصلا در حدی بود که خیلی توی دوره همیایی که رفتیم تایم بیشتر، یعنی زمان بیشتری رو موندم، چون خیلی با ندا و زهرا احساس راحتی داشتم، خیلی خوب بودن، خیلی خانواده گرم و خوبی بودن. آره خیلی خوب میشه که حالا ارتباطتون رو ادامه بدیم. من فکر کنم دیگه خوب باشه که لایو چت رو ببندیم اگه صحبت دیگه نداری خودت. من که هیچ صحبتی ندارم. اگه نکته دیگه نیست که بخوای بگی، چون که به هر حال ممکن مسئله باشه ما... من فقط امیدوارم ندا همونطور که به خودشونم گفتم، گفتم امیدوارم که اگر هم مبلغی به دستتون میاد اول خیلی زود بدهیاتون رو صاف کنید، بعد حتی اضافه کردن یه چیزی یا مثلا برطرف کردن یک مشکل دیگه. حتی با اینکه محمد خودش گفته بود تو بوشت که آره من یه مردیم که پدر دوتا بچه‌ام، گفتم آره تو درکت خیلی بالاست متوجه میشی، ولی به نظر من حتی اگه 1,000,000 تومن هم گیرت میاد دونه دونه برو بدهیاتو کم کن. بر این مبنا نباش که آره اون بدهکار من حالا به من وقت داده. من امیدوارم فقط انشالله که هرچه زودتر مثلا بدهیاشو صاف کنه، بعد به فکر یه سری از مثلا اتفاقات جدید، حالا مثل موتور وسیله نقلیه شونه مثلا یه سری اتفاقات جدید و بعد به فکرش باشه. ممنونم ازت و دیگه بریم دیگه، من رکورد رو ببندم.